دید آرت تقدیم می‌کند. پارسا پیروزفر دارای مدرک کارشناسی نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دانش آموخته رشته بازیگری از آکادمی هنرهای نمایشی حمید سمندریانه. اولین حضورهای سینمایی اون در نقش کوتاهی در فیلم مجسمه به کارگردانی ابراهیم وحیدزاده و نقش مهمی در پری داریوش مهرجویی بود. اون در پری نقش جوانی سالک و زاهد رو داشت که گاه و بیگاه در تخیلات پری ظاهر میشه و پری شیفته اون و سیر و سلوکش میشه. اما اثری که باعث دیده شدن پارسا پیروزفر شد در پناه تو بود، سریال معروف و محبوبی از حمید لبخنده که به مشکلات پیش روی چند جوان دانشجو می پرداخت. یکی از اون جوانا پارسا پیروزفر بود که در سریال قصه خاص خودشو داشت، ولی نقشش از تیغ تیز سانسور اون زمان تلویزیون در امان نموند و در نهایت شیر بیار و دومی از اون به روی آنتن رفت. لیا زنگنه در گفتگویی درباره اینکه از حذف چه صحنه‌ای از سریال حسرت می‌خورد گفته: اصلاً اون چیزی که پخش شد میتونم بگم یک صدم فیلمنامه‌ای بود که من خوندم. پارسا رو اون چیزی که من یادمه 3 بار 4 بار 5 بار گریمش رو عوض کرد. الان متوجه شدم. برای که زیبا نباشه، آره. زیباییشو بگیرن تو گریم. به نظر من پدیده بسیار جذابیه. میشه بپرسم دانشکده برای اجرای تزم قرار چقدر کمک مالی بکنه؟ تون نرو. اینقدرم تزم نکن. پس چی من دعوت کردیم بیام اینجا؟ برای اینکه بدونیم پروژه به اسم کیه و چه کسایی قصد همکاری دارن. اجازه دارم اگه قره به اسم خودم نیفتاد همکاری نکنم دیگه. کسی حرف از قره کشی نزده. اما اون در ضمن شما میتونید با زدن دکمه سابسکرایب صفحه یوتیوب ما رو دنبال کنید. مصاحبه با هنرمندان، برنامه‌های متنوع و اختصاصی. پارسا پیروزفر ما تنها دلخوش به زیبایی و جذابیت ظاهریش نموند و مسیری متفاوت رو در بازیگری پیش گرفت. اون به جای اینکه ستاره چشم‌رنگی فیلم‌های تجاری باشه به تئاتر رفت. اولین حضور رسمیش در تئاتر در مقام بازیگر در سال 1374 در نمایش بینوایان به کارگردانی بهروز غریب‌پور بود و با بازی در نمایش بانو آویی به کارگردان بهرام بیضایی دومین حضورش بر روی صحنه تئاتر رو تجربه کرد. بریدن ما همچون آتش نشان است. عظیم و مجلل. همچنان که توده‌های گدازان آتش با خود برکت می‌آورند، بریدن ما نیز اینچنین است. ما اسیان نکرده ایم. اسیان همچون شعله‌ای است که در خواب می‌افتد، همچون خوابی است که از مردی بس و قسم و لایعقل به جای می‌ماند. الان سه در انتظار ما، ارتش متعبر اما خاموش فرانسه چشم انتظار ما. امروز در سینما نیز پارسا با دو فیلم ضیافت و مرسدس در برابر دوربین مسئول کیمیایی قرار گرفت و با شیدای کمال تبریزی درخشید. اون در شیدا در نقش رزمنده‌ای ظاهر شد که با چشمای بسته و از طریق صدا عاشق میشه و این عشق تمام زندگیش رو تحت شعاع قرار میده. پارسا در نقش چالش برانگیز فرهاد بدون توسل جستن به چشمان و بازی با نگاهش موفق ظاهر شد و نامش در بین نامزدهای کسب تندیس زرین بهترین بازیگر مرد از جشن خانه سینما قرار گرفت. عزیزالله حمید نژاد در اشک سرما نقش دشوار و متفاوت کاوه کیانی رو به پارسا پیروزفر سپرد. نقشی چالش برانگیز که به پارسا این امکان داد تا در مقابل گلشیفته فراهانی با یه بازی کنترل شده و باورپذیر شخصیتی دوست داشتنی رو جان ببخشه. شخصیتی درگیر میون عشق و وظیفه که جایزه بهترین بازیگر مرد از جشنواره فیلم‌های آسیایی دهلی نو رو نصیب پارسا کرد. چقدر جنت را می‌ذاری؟ نمیخوایی بی تفاوت باشی؟ من این سرزمین و مردمش رو دوست دارم. ولی اینجا خونه منم هست. دلم نمیخواد ویزا بگیرم بیام اینجا. تو شهرهای بزرگ ایران دیدی؟ نه. اگه رفته بودی میفهمیدی من چی میگم.
ولی همه سربازا که عین تو نیستن. همه کردهین تو هست. ایفای نقش اصلی سریال در چشم باد باعث شد که پارسا پیروزفر برای چند سال از سینما فاصله بگیره. نقش بیژن ایرانی از اون شاه نقش‌هایی بود که کمتر نصیب بازیگری میشه. مسعود جعفری جوزانی اما پاسخ انتخاب مناسب و اعتمادش به پارسا رو گرفت تا بازی خوب اون در طول فصل‌های مختلف از جمله نقاط قوت این سریال عظیم تاریخی حماسی باشه. پیروزفر در عرصه تئاتر هم به فعالیت پرداخت و علاوه بر بازیگری قدم در عرصه کارگردانی گذاشت و در سال 1380 نمایشنامه هنر اثر یاسمین رضا رو به روی صحنه برد. روندی که با کارگردانی گلنگری گلن راس نمایشنامه معروف دیوید ممت ادامه یافت و بعد به نمایش ماتریوشکا رسید که شاید مهمترین تجربه بازیگری پارسا باشه. عالی شد. پس سر اینم باید وقتمون رو تلف کنیم. چرا وقتمون رو تلف کنیم؟ چون مجرم پیدا نمی‌کنن که. پلیسا پیدا نمیدن؟ بله همین پلیسا. از کجا میدونی؟ بابا اینا همه احمقن. میاد ازت میپرسه دیشب کجا بودی؟ خب تو کجا بودی؟ من کجا بودم؟ آره من خونه بودم، تو کجا بودی؟ منم خونه بودم. بفرما دیگه همینو. و بعد به نمایش ماتریوشکا رسید که شاید مهمترین تجربه بازیگری پارسا باشه. نمایشی با الهام از چند داستان کوتاه آنتون چخوف که پیروزفر در اون یک تنه به روی صحنه رفت و در بیش از 30 نقش مختلف به ایفای نقش پرداخت. ماتریوشکا تندیس زرین بهترین بازیگر مرد در بخش بین الملل جشنواره تئاتر فجر رو نصیب پارسا پیروزفر کرد. بازیگر خوش سیمایی که مسیر متفاوتش در بازیگری جواب داد و حالا یکی از بازیگران شاخص و قابل احترام سینما، تلویزیون و تئاتر ایران محسوب میشه. زشت سلام نکنیم بهش. چیش زشت؟ اون که اصلا تو رو نمیشناسه. ولی اگه یکی بهش بگه ما هم امشب اینجا بودیم ممکنه بهش بر بخوره. ممکنه این سگ قیمتی باشه، ما که سگ شناس نیستیم. اگه قرار باشه خری از راه میرسه سیگارشو با پوزه این تفلک خاموش کنه 4 روزی که سقط میشه. خب ما نتونستیم با هم به تفاهم برسیم. خب نرسیم. اینم شد دلیل برای من. الان تفاهم نداریم. یه چند سال دیگه با هم زندگی کنیم تفاهم هم پیدا میکنیم. برو هر غلطی دلت میخواد بکن. برای دیدن ویدیوهای بیشتر به صفحه اینستاگرام ما مراجعه کنید.